کجا؟ اینجا زشک دو معروف به گرداب خونی، یعنی منطقه قدیمی یه تو زشک. آره ساخت و ساز قدیمی زیاد داشتیم اینجا. آره از قدیم که اینجا اکثرا این منطقه سیبخانه بوده، سردخانه بوده که به حساب برای نگهداری سیب و اینا استفاده می شده. از این ساخت و سازهای اینجوری بازم داریم تو منطقه زو؟ هست دیگه، دوربره هستن الان. هستن خب تو خود مسیر روستا الان 5-6 طبقه هستن، 5 یا 6 هستن، ولی 7 نبوده. 7 طبقه بود. آره 7 تا سقف بوده، به حساب روی پیلوت می شده 7 تا. همونطور که مشاهده فرمودید اون ساخت و سازها در خارج از محدوده شهر و در خارج از بافت روستاها شکل گرفته، در پهنه‌هایی که مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هست و قاعدتا هر نوع ساخت و سازی در اون اراضی باید با اخذ مجوز از نهادهای زیرفت از جمله جهاد کشاورزی، کارگروه امور زیربنای استان باید صورت بگیره. تا متاسفانه در این پهنه در طی سالهای گذشته تعداد زیادی ساخت و ساز صورت گرفته که بدون اخذ این مراحل و دریافت مجوز از نهادهای زیرفت بوده و متاسفانه پهنه‌های دارای ارزش‌های طبیعی منطقه را به شدت دستخوش تغییر کاربری غیرمجاز قرار داده، که خب باید واقعا فکر اساسی برای این هم نظارت بر و جلوگیری از ادامه این فرایند صورت بگیره و هم برای ساماندهی وضعیت موجود باید فکر اساسی بگیره. این تخریبی که الان داره صورت میگیره بر اساس رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری صورت گرفته و با دستور قضایی با حضور اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال در واقع این تخریب داره صورت میگیره. چه جوری؟ مجوز که نمیگیرن دیگه، خودشون میسازن دیگه، نه؟ یا مجوز میدن بهش؟ اگه مجوز میدادن که خراب نمیکرد. خراب نمیکردن، ولی خب از اینجا رفت آمد که میشده میدیدن بنده خدا آهن آورده، مصالح می آورده، باید همون اول قبل از اینکه بنده خدا آهن رو بلند کنه میومدن میگفتن جمع کن برو، نذارن که حالا کار به پایان رسیده، بنده خدا خیلی خرج کرده، زندگیش رو این گذاشته. کسی میاد نظارت بکنه اینجا که ساخت و ساز خلاف انجام میشه یا نمیشه، مجوز داره یا نداره؟ یاد میاد. بله بله زیاد میان یا نه؟ تک و توک میان؟ نه یاد میاد، دور میزنیم. بعد همون اول آهن بلند نکرد، جلوشو میگرفتن نمیذاشتن کار به اینجا برسه که نه ضرر رو اون بنده خدا برسه، ضرر به هم خود شهرداری میرسه، این همه کارگر علافی. ترین وظیفه شهرداری در حریم شهر نظارت هست و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، وظیفه‌ای که خب به موازات شهرداری بر عهده سایر نهادهای دیگر از جمله جهاد کشاورزی در حریم و بستر رودخانه ها، بر عهده آب منطقه‌ای و در اراضی ملی به عهده منابع طبیعی ادارات راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های متولی حفظ زمین هست. این که می‌فرمایید چند دستگاه مختلف باید این بحث نظارت رو انجام بدن، یه مقداری بعد باعث نمیشه که بعد همه با هم دیگه بعضی وقتا کار رو به خوبی انجام ندن، به این شکل الان این ساختمون 3-4 سال 2 سال 3 سال ساختنش طول بکشه به این اندازه رسیده باشه و الان به وقت تخریبش رسیده باشن، به دلیل در واقع ابلاغیه‌های متفاوتی که در یک مقطع اونجا رو به عنوان حریم شهر در شورای عالی معماری شهرسازی مصوب کردن، بعد از اون در ابلاغیه‌ای که توسط استاندار محترم وقت صورت گرفته شهرداری از مداخله در اون منطقه منع شده، اما دستگاه‌های دیگر از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، دستگاه دیگری که عرض کردم کماکان این مسئولیت رو داشتن. پروانه رو از کجا باید بگیرین؟ آب منطقه‌ای، جهاد، شهرداری؟ راستش رو بخواین معلوم نیست، از هر کی می‌پرسی هر کس یه چیزی میگه. الان آب منطقه‌ای مثلا میگه طبق نقشه‌های قدیمیشون میگن مثلا بعضی زمین‌ها تو مسیر رودخانه که اصلا اجازه نمیدن، ولی بعضی مسیرها رو که باز مثلا رودخانه نقشه سابقش میگه زمین بوده اونا رو باز اجازه میدن. تو این منطقه زشک اگه قرار باشه ساخت و سازی بشه از کدوم نهاد و دستگاه میرین مجوز میگیرین؟ نمیدونی؟ واقعا اگه بخواین الان شما مثلا یه طبقه دیگه بسازین یا یه جایی رو بسازین نمیدونین کجا باید بسازین؟ یه چیزی رو من پرسیدم از اهالی محترم جوابشو نمیدونستن آقای شهردار، و اون این بود که میگفتم اگه بخواین یه جای ساخت و ساز انجام بدین باید برین از کجا مجوز بگیرین، نمیدونستن. خب حالا این نکته که ببینید بالاخره نیاز به آموزش و اطلاع رسانی دقیق داره، ولی من اینجا عرض بکنم که ما در جاهایی که دستگاه‌های متولی مشخصن، بافت روستاها دهیاری‌ها متولی هستن، محدوده شهرها هم شهرداری‌ها، در خارج از این بافت‌ها ساخت و ساز به شکل فراگیر کاملا ممنوعه، میشه پهنه‌های اراضی زراعی و باغات و صرفاً با
ارائه طرح در قالب فعالیت‌های کاملا مشخص، مثلا فعالیت‌های مرتبط با دامداری و دامپروری از جهاد کشاورزی میتونن مجوز بگیرن، در قالب گلخانه مثلا میتونن از جهاد کشاورزی مجوز بگیرن، یا فعالیت‌های مرتبط با گردشگری بعد از اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تهیه طرح و ارائه اون به مراجع مسئول به ویژه کارگروه امور زیربنای استان قاعدتا و بررسیش در اونجا امکان صدور مجوز داره. ما خارج از این رویه ها و گردونه ها صدور مجوز دیگری در خارج از بافت روستاها و محدوده شهرها نداریم. اگه کسی بخواد بره مجوز بگیره راحت مجوز میدن برای ساخت اینجا؟ اینجا جناب طبق به حساب همین گفته های روستایی ها و پیمانکارا، اونایی که بنای قدیمی داره آره راحت میدم. الان این بنده خدا هم بنای قدیمی داشت. دو طبقه بوده اول؟ آره اول آره دو طبقه بود، سه طبقه بود. آره با پیلوت سه طبقه بود. اون طرفی که اومد سه طبقه ساخت به خاطر همون بنای قدیمی بهش زیاد گیر ندادم، ولی وقتی که سه طبقه دیگه روش سوار شد یک کمی مشکل داشت. تخریب رو شهرداری داره انجام میده؟ بله، الان بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال و رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری، باز هم تخریب رو در حال حاضر شورای حفظ حقوق بیت المال و همه دستگاه‌هایی که عضو این شورا هستند در واقع دارن انجام میدن، اونطا با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های شهرداری. قرص و محکم هم می‌ساختن یا نه از اونا بود که شبونه و سری ساختن؟ نه، از نظر قرص و محکمی که معلومه از سه طرف دیوار برشی بوده و از نظر محکمی محکم بود. من اینقدر فرصت داشتن که خلاف بسازن محکم هم بسازن. الان تقریبا دو سال این بنده خدا اینجا شروع کرده به ساخت و ساز. وضعیت فعلی ساخت و سازا رضایت دارین؟ این ساخت و سازی که داره میشه همشون مجاز، مشکلی نداره؟ رضایت واقعا نمی‌شود گفت رضایت وجود داره. بسیاری از ساخت و سازها متاسفانه بدون اخذ مجوز از نهادهای زیربط صورت گرفته و البته در یک بازه زمانی شاید در طول چند دهه، یعنی نمیشود گفت همه اینها یک باره و مثلا در عرض دو سه سال اخیر اتفاق افتاده، اینها در طول چند دهه به نظر من حتی اتفاق افتاده که بررسی تصاویر هوایی منطقه کاملا مشخصه که در هر بازه زمانی چقدر حجم این ساخت و سازها افزایش پیدا کرده و در چه پهنه‌های این اتفاق افتاده. همشهریان ما، هموطنان ما باید مستحضر باشند که در هیچ نقطه‌ای امکان ساخت و ساز بدون اخذ مجوز وجود نداره. نه اینکه صرفاً فکر کنن حالا چون خارج از بافت روستا یا محدوده شهر دیگه اینجا هیچ کسی مسئولیت نداره و میتونن ساخت و ساز بکنن. بنابراین همه ساخت و سازها باید مستند به مجوزهایی باشد که توسط مراجع مربوطه صادر میشه. قرقب شاندیز، دره سرسبزی که حالا شاندیز رو عرض میکنم، چیزی نیست که قابل تجدید باشه بگیم حالا یکی دیگه میریم میسازیم. یه پهنه بسیار ارزشمند، بخشی از منابع آب در واقع دشت مشهد رو این مسیر، این رودخونه داره تغذیه میکنه و قطعاً مراقبت از این پهنه‌های دارای ارزش، حفظ فضای سبزش، حفظ اکولوژی منطقه، توپوگرافی منطقه و جلوگیری از تخریب طبیعت و محیط زیست منطقه که به زندگی همه مردم این منطقه و حتی شهر مشهد تأثیرگذار هست و گره خورده، به نظر من باید تبدیل به یک اولویت عمومی هم برای مسئولین و هم برای حاکمیت و هم برای مردم منطقه و حتی مردم کشور باشه. امیدوارم که انشالله همه همکاری بکنیم که این پهنه‌های ارزشمند رو برای آیندگان بتونیم حفظ.